همکارم اشکان صفایی از مرز نوار غزه همراه ماست. اشکان، جزئیات بیشتر درباره همین خبر رو از شما بشنویم. بله ریحانه، این خبر رو شاباک سازمان امنیت داخلی اسرائیل حدود 2 ساعت و نیم پیش منتشر کرد. بر اساس در واقع بیانیه‌ای که شاباک منتشر کرده، 5 نفر دستگیر شدند امروز. 3 نفر اونها فلسطینی هستند، 2 نفرشون عرب‌های شهروند اسرائیل هستند، یکیشون از اهالی ناصره هست. اینها در واقع اون فلسطینی‌هاشون با فردی در ارتباط بودند که شهروند اردن هست و او خودش در واقع با جمهوری اسلامی کار می‌کرده. چیزهایی که از اینها خواسته بودند انجام بدن چند بخش داشته. یک بخشش این بوده که بیان و اطلاعاتی رو درباره تمهیدات امنیتی که اطراف و برای حفاظت از ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل و همچنین یهودا گلیک یکی از نمایندگان پیشین پارلمان اسرائیل از حزب لیکود وجود داره رو جمع‌آوری کنند و در واقع ترتیباتی بدن که بشه اونها رو احتمالاً بعداً ترور کرد. و در واقع شبا گفته نقشه ترور بن گویر خونسا شده به این شکل. و یکی دیگرش این بوده که اسلحه قاچاق کنن به داخل اسرائیل و در مورد اون 2 شهروند اسرائیلی هم یکی دیگرش این بوده که بیان و خودروهای یهودیان رو یا در واقع خودروها رو از جمله در شهر حیفا در شمال اسرائیل با آتش بکشن، فیلم بگیرن و بفرستن. اینها چیزهایی هست که تا الان شباک منتشر کرده و انتظار میره که در روزها و هفته های آینده اطلاعات بیشتری هم در زمینه این هست منتشر بشه. متشکرم از توضیحات شما همکارم اشکان صفایی، مرز نوار غزه.